ansarkilib.ir تقدیم می کند. اینایی که میگن دیکتاتوری اسلام نمیفهمن چی هست، فقیه اسلام رو نمیدن. مثلا میگن ما هر فقیه هرچند فاسد باشه این حکومت، فقیه اگر پاشا اینطور بگذارد، اگر یک گناه صغیره هم بکند از ولایت ساقط است. مگر ولایت یه چیز آسونی است که بدن دست هر کس؟ اینا که میگن که دیکتاتوری پیش میاد و نمیدونم این مسائل پیش میاد، اینا نمیدونن که حکومت اسلامی حکومت دیکتاتوری نیست. مذهب مقابل اینها ایستاده، اسلام مقابل دیکتاتورها ایستاده، و ما میخواییم که فقیه باشد که جلو دیکتاتورها را بگیرد، نگذارد رئیس جمهور دیکتاتوری کند، نگذارد نخست وزیر دیکتاتوری کند، نگذارد رئیس مثلا لشکر دیکتاتوری بکند، نگذارد رئیس جاندارمری دیکتاتوری بکنن. نه که میخوام دیکتاتوری درست کنیم، فقط میخواد چه کنه دیکتاتوری را. کسی که زندگی عادی دارد و نمیخواد این مسائل را، دیکتاتوری برای چی میخواد بکنم؟ خب فرمایی تو کار نیست در اسلام. یکی از ابعاد ولایت فقیه، حالا ولایت فقیه را، ولایت مطلقه را، دشمنان به معنای استبدادی گرفتند، یعنی میل فقیه عادل به صورت دل بخواه، که این در دل خودش تناقض داره. یعنی اگر عادله نمیتونه مستبد باشه، اگر مستبد است بر اساس دلخواه عمل میکنه پس عادل نیست. یعنی این در دل خودش تناقضی وجود داره. اینو ملتفت نمیشن، نمیفهمن این معنا رو. این نیست مسئله ولایت مطلقه که فقیه هر کار دلش خواست بکنه، یه وقتی چیزی رو به نظرش رسید که باید این کار انجام بگیره فوراً انجام بده. این نیست قضیه. قضیه این است که یک حالت انعطافی در دست کلیددار اصلی نظام وجود دارد که میتوانه در اونجایی که لازمه مسیر را تصحیح کند، اصلاح کند، بنا را ترمیم بکند. یه چنین حالتی وجود داره. مسئله ولایت فقیه این نیست که فقیه خودش در رأس دولت مثلا قرار میگیرد، خودش میخواد عملا حکومت بکند و اجرا بکند. نقش فقیه در کشورهای اسلامی و بالاخره در یک کشور اسلامی که ملتزم و متعهد به اسلام است و اسلام را به عنوان یک ایدئولوژی پذیرفته است، نقش یک ایدئولوک است، نه نقش یک حاکم. ایدئولوک وقتی که مردم اون ایدئولوژی رو پذیرفتند، قهرن برای ایدئولوک هم یک نقشی قائل هستند. یعنی اوست که نظارت می کند بر این که این ایدئولوژی درست اجرا می شود یا درست اجرا نمی شود. آیا این شخص که میخواد به عنوان مجری قانون و میخواد در کادر این اصول این ایدئولوژی حرکت بکند که میخواد رئیس دولت بشود، آیا صلاحیت چنین کاری را از نظر اون ایدئولوژی، از اون نظر خاص، آیا دارد یا ندارد؟ ولایت فقیه ولایت ایدئولوژیکی است. چه مردم دیندار باشن، چه بیدین، چه ضد دین، اونجایی که دسترسی به مرتبه اعلا نباشد به مرتبه نزدیکترش مراجعه. خب وقتی ما دسترسی به امام معصوم نداشتیم، باید به کسی مراجعه کنیم که اشرفه به امام معصوم، اقرب به امام معصوم. در چی؟ قد و بالاش؟ شکل و قیافه؟ نه، در همون سه شرط. اون که اشرفه باشه، در اونی که شرط بود اشرفه به او باشه. شرط بودن این سه چیز بود: احکام دین را بهتر بشناسه. خب اگر در حد امام معصوم نمیشناسه، اقلا یک فقیه ممتازی باشه. اگر در حد عصمت نیست، تقواش فوق‌العاده باشه. اگر درک مسائلش مثل امام معصوم نمیشه، از اقران خودش بهتر باشه. اینا میگیم ولی یک فقیه. چشمتون وا کنید، دستتون بذارید دست بالا تقلید و مراجع تقلید. چرا؟ چون مرجع تقلید، چون یا باید اعلم باشه، یعنی از همه علما سوادش بیشتره، یا اگر اعلم واقعی نیست بین چند تا باشن که در علم برترین ها هستن، یعنی لااقل 50 سال 45 سال درس خوندن و مطالعه کردن،
دستتون تو دست کسی بذارید که 40 سال در خونده یا علمه یا در مدار افرادی است که ممکنه یکی از اینا علم باشن. یک. دو. دستتون از کسی که هوس نداره. دستتون تو دست ولایت فقیه در بیارید، بعد دستتون از دست کسی که سرتاپا هوسه. یا گاهی هوس داره یا سرتاپا هوسه. بیمه نیست. دستتون از دست کسی که عادله. عادله. ولایت فقیه لازمه کسی که زنده بود مرده بود. اصلا اگر ولی فقیه یه مرجع تقلیدی یا خود ولی فقیه اگر یه دروغ بگه از عدالت میفته. اصلا خبرگان هم لازم نیست که دیگه برش دارن، خودش اوتوماتیک مثل یخی که آب میشه باید گناه کبیره نداشته بشه. بعد وقت جامعه از همه گذشته 20 سال تجربه کافیه، 20 سالشون رهبری کرد. البته ما نمیتونیم بگیم مملکت ما بی‌عیبه، یه جاهایی عیب داره، ما هیچ کس معصوم نمیدونیم. ولی وقتی دستون به معصوم نمیرسه، کسی که عادل است، کسی که هوا و هوس نداره، کسی که باسوادترینه، دستون رو وردارین کفران نعمت رو دستون زیم جای دیگه که هزار یک مصیبت خواهیم داشت. آیا شما اکثرا از مردم نمیشنوید که ولی یه فقیه اگه مشکلاتون میدونه قدرت هم که داره حل کنه دیگه؟ میدونید الان مردم چقدر بیجا انتظاراتی از ولی فقیه دارن؟ راحت مردم انتظار دارن ولی فقیه جای اندیشه مردم، جای فکر مردم به خرابی‌ها رو اصلاح کنه. درسته؟ این کارو حضرت علی هم نکرد، این کارو پیغمبر هم نکرد. چرا مردم از ولی فقیه دیکتاتوری به حق انتظار دارن؟ آقا میدونی درستش کن، صبر کن آمو، بین چه بینه تو آدمی که برای مجلس تو فلان جا و بیسار جا انتخاب کردی، اشتباهاتی که تو میکنی چرا باید ولی فقیه جبران بکنه؟ وقتی مردم به این تشخیص نرسن که با تقواترین انسانها رو که یقین دارن به تقواشون باید اونها رو در مسندها قرار بدن، ولی فقیه چی رو باید بیاد جبران کنه؟ مگر علی بن ابی طالب این کارو کرد؟ مگر پیغمبر افشاگری کرد؟ تبلیغ گرفتی؟ بحثای دیروز داره زنده میشه؟ سیستم یعنی چی؟ سیستم اون بخشیش که دولت و نمایندگان مردم طراحی میکنن، اونایی که شما دارید انتخاب میکنید. اون بخشیش که مربوط به قانون اساسی هیچ مشکلی نداره. اون بخشیش که مربوط به نظارت از بالاست هیچ مشکلی نداره. راحت به امیر المؤمنین میگفتن تو حکومت داری بلد نیستی؟ راحت به علی میگفتن تو جمع و جور نمیتونی بکنی. چرا؟ چون علی استانداراشو آدم حساب میکرد، خطاهاشون رو تحمل میکرد در بسیاری از مقاطع. مالک اشتر دادش در میومد میگفت آقا اون نمایندی که فرستادی بی‌عرضه است. بالاخره من علی ده. آقا ولایت از مردم زیاد جلو نمیزنه، داری معنا رو؟ زیاد جلو نمیزنه. مردم باید به حدی بکشن که ولایت بتونه راحت توشون کار بکنه. چون بناس یک کلمه، یک کلمه، چون بناس ولایت کرامت انسانی رو لحاظ بکنه. و وقتی کرامت انسانی رو لحاظ بکنه، وقتی میبینه من خیلی پرته از ماجرام، زیاد تو ذوقم نمیزنه. کمر اسلامو همین شکسته. یه وقتی یکی از دوستان گفت آقا ولایت فقیه چرا برای ولایت فقیه زمان نگذاشتن؟ ادواری نیست. برای ولایت فقیه زمان گذاشتن، منتها برای حاکمان دیگر دنیا واحد زمان 4 ساله، برای ولی فقیه واحد زمان ساعت و ثانیه است. متوجه شدی؟ ولایت فقیه مادام از صلاحیت، نه مادام از زمان. در حکومت های دموکراسی دیگه شما وقتی یک کسی رو تو انتخابات ما هم همینجوری دیگه، همه جای دنیا اینجوره، وقتی یکی رو رأی میدی میفرستی مجلس یا دولت، دیگه تا 4 سال دیگه نمیتونی بکشیش پایین، باید تحملش بکنی. در مورد ولایت فقیه شما مجبور به تحمل حتی یک ثانیه نیستی. اگه همین الان ولی فقیه به ولایت رسید، یعنی نمایندگان ملت گفتن از نظر ما شما شایسته رهبری هستی، یک ساعت بعد کشف خلاف شد، معلوم شد صلاحیت نداشته یا یک کاری کرد که او صلاحیت از دست رفت، شما لازم نیست تا 4 سال صبر کنی، سر یک ساعت باید عزل بشه. یعنی منعزل هست، اصلا عزل الهی هست، مشروعیت نداره، صلاحیت نداره، نمایندگان ملت هم باید عوض تغییرش بدن. پس رهبری ولایت فقیه، رهبری در فرهنگ ما مادام صلاحیته، یعنی تا وقتی صلاحیت داری، این صلاحیت اگه یک ساعته سر یک ساعت عزل بشه، اگر سالها ادامه پیدا کرد تا صلاحیت هست، دقت کردین؟ یه مسئله زمانه.